بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. جلد دوم کتاب عزاداری سنتی درباره اقامه عزاداری سنتی شیعیان برای حضرت سید الشهدا و سایر اهل بیت معصومین علیهم السلام در شهرهای معروف و بزرگ که بسیاری از آنها عنوان استان هم داشته در ایران یا در عراق، درباره آنها مطالبش جمع آوری و نوشته شده. چون این شهرها هر کدام یک خصوصیاتی داره که ذکر این خصوصیات در کتاب عزاداری برای جامعه شیعه مذهب مفید است و خوانند و مطلع بشن. من جمله در این جلد دوم که در 20 فصل و هر فصلی درباره یک شهری صحبت شده و مطالبی نوشته شده، بعد از کاشان، از قم که شهر مذهبی و پایتخت حضرت معصومه دختر موسی بن جعفر علیه السلام است، درباره قم صحبت شده و نوشته شده. قم اولا از جهت تاریخ تشیع برای شیعه و برای این کتاب اهمیت داره، چون عزاداری سنتی از مردم شیعه مذهب پیدا میشه و برای اهل بیت اقامه میشه و هر شهری که سابقه تشیعش بیشتره، سابقه اقامه عزاداریش هم جلوتر و بیشتره. و شهر قم به اتفاق همه تواریخ اولین شهری است در ایران که اسلام توأم با اعتقاد به قرآن و تمسک به اهل بیت رو پذیرفته، اسلام راستین را پذیرفته، متمسک به قرآن و عترت پیغمبر شده اند. حدیثی هم از حضرت صادق علیه السلام درباره قم ذکر شده که در همین جلد دوم بنده در ابتدای فصل قم نوشتم که حضرت صادق فرمود سمیت قم لأن اهلها یجتمعون مع الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه و یقومون معه بالقیام. و این خیلی مسئله مهمیه که از اعوان و انصار و یاوران حضرت امام زمان علیه السلام اهل قم هستند و مردم قم حضرت رو کمک میکنن و با حضرت قیام میکنن. شهر قم یک جا به خاطر مدفن حضرت معصومه دختر موسی بن جعفر علیها السلام و یک جا به خاطر حوزه علمیه قم مورد توجه تمام شیعیان ایران و خارج ایران. عزاداری شهر قم هم چون حوزه علمیه در اونجا هست
و یکی از عزاداریایی که در قم اقامه میشه عزاداری علمای دینه، عزاداری طلاب علوم دینیه است که همه عزاداری های مردم را اگر یک طرف بگذاریم، عزاداری علما و اهل علم را یک طرف، اهمیت عزاداری علما و اهل علم برای ما مهمتره، چون ما هر چه داریم از علما و اهل علم داریم. اون چه علما عمل کردند، گفتند، انجام دادند، مثل گفته ائمه طاهرین علیهم السلام برای ما سنته، چون مطابق با دستور شرع و مطابق با موازین اسلامیه و هیچ کس نمیتونه درباره شک و تردیدی داشته باشه. ذکر عزاداری حضرات علما و بیوت علما هم در کتاب عزاداری سنتی به خاطر همین جهته که اونهایی که با ما انتقاد و ایراد بکنند درباره اینکه این عزاداری مشروع نی یا خرافاته یا خلاف اسلامه، از روی جهل یا از روی اغراض پنهانی و شیطانی که ما اطلاع نداریم، جوابش اینه که خب اگر علمای دین که نواب امام زمان، سنگرنشینان اسلام، مرجع و مقلد شیعیان جهان هستند، اگر اینها تشخیص حلال حرام دین رو ندهند، پس چی دیگه با تشخیص حلال حرام بده؟ چیزی که علما، فقها، محدثین، مورخین، محصلین علوم دین تشخیص دادن انجام دادن، محکمترین دلیل بر مشروعیت و محبوبیت و مطلوبیت اون عمله. چون در شهر مذهبی قوم حضرات علما، طلاب علوم دینیه، عزاداری بسیار جالب توجهی داشتن، لذا در فصل اول این کتاب از قوم شروع شده. قوم مساجد زیادی دارد که طبق آماری که من توانستم از قوم به دست بیارم، شهر قوم متجاوز از 400 مسجد و متجاوز از 80 مدرسه علوم دینیه و 10 حسینیه که آمار دقیق حسینیاش هنوز نتونستیم به دست بیاریم که چند صد تا حسینیه داره، و متجاوز از 200 هیئت عزاداری و مذهبی داره. جمعیت قوم قبل از تشکیل حوزه علمیه و جنگ عراق با ایران شروع بشه، شهر قوم حدود 150 تا 200 هزار جمعیت بیشتر نداشته. با تصفیر ایرانیان از عراق و برگشت طلاب علوم دینیه نجف و کربلا و کاظمین و سامر به قوم و سرازیر شدن مردم از شهرهای جنوب به خاطر جنگ، اهواز، آبادان، خرمشهر، دسفور، ششدر به طرف قوم، جمعیت قوم اوج برداشت. بسیاری از جمعیت که اومدن به قوم دیگه بر نگشتن. به خاطر اونها بسیاری از دوستان و آشنایانشون اومدن به اونها ملحق شدن.
در این شهر اینجا آنها زاد و ولد کردن، جمعیتشون زیاد شد. الان جمعیت قوم از 2 میلیون تجاوز کرده. اون روز شهر قوم این اندازه جمعیت نداشته و به همین اندازه که جمعیتش اضافه شده، عدد مساجد و حسینیه ها و هیئات مذهبی و عزاداریاش هم زیادتر شده و مهمترین عزاداری شهر قوم عزاداری مراجع بوده. مثلا مرحوم آیت الله العظما میرزای قمی اعلی الله مقامه که در زمان فتح علی شاه قاجار زندگی میکرده، مرجع اول شیعه بوده در ایران، صاحب کتاب قوانین، ایشون دهه عاشورا مجلس روزخانی مفصلی تشکیل میداده، روز عاشورا هم همه علما و روحانی قوم در مجلس ایشون شرکت میکردن و در پایان مجلس عزاداری سینه زنان نوحه کنان از خیابونی که حال معروفه به طرف کاشون میره، خیابان آذر، از اینجا به طرف صحن مطهر حضرت معصومه حرکت میکردن. این یه عزاداری مهمیه که از طرف علما و روحانیون قوم در این شهر مذهبی در 200 سال قبل تشکیل می شده و مورد توجه عامه مردم ایران بوده. بعد از میرزای قمی، مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه در سنه 1340 قمری ایشون وارد شهر قم شده. قبلا ایشون در نجف و در سامرا تحصیل می کرده، از شاگردان مرحوم میرزا شیرازی آمیز محمد تقی بوده. حوزه علمیه نجف و کربلا و سامرا رو همه رو دیده، اساتیدش همه رو دیده. بعد از مهاجرت از عراق چند سالی در عراق بوده، در عراق چند تا مدرسه علمیه اونجا تأسیس کرده، عزاداری مفصلی ده عاشورا تشکیل میداده، شبهای تاسوعا و عاشورا از این مدارس برای عزاداری حرکت میکردن، تا اینکه تقاضا و خواهش کردن ایشون در قم تشریف آوردن و محل اقامت خودشون در قم قرار دادن. با آمدن مرحوم آیت الله آقای شیخ عبدالکریم حائری به قم، حوزه علمیه قم پایه‌گذاری شده. شاگردان ایشون چه از عراق چه از شهرهای دیگه از جمله کاشان، تهران، همه به خاطر این استاد بزرگوار همه از شهرهاشون هجرت کردن اومدن به قم. متجاوز از 2000 نفر در زمان مرحوم آیت الله حائری حوزه علمی قم حاصل داشت، چند تا مدرسه داشت. مرحوم آیت الله حائری همینطور که در سامرا در دهه عاشورا در زمان میرزا شیرازی در حوزه علمیه سامرا اونجا در عزاداری علمای سامرا شرکت داشته و نوحه خان هیئت میرزا شیرازی بوده، قوم هم که تشریف آورده مجلس عزاداری رو تشکیل داده، 10 روز روزخانی مفصلی تشکیل داده، تمام علمای قم میرفتن به مجلس ایشون. روز عاشورا همگی
تحت الحنک ها انداخته، گل به پیشونی مالیده، سینه زنان نوحکانان به طرف صحن مطهر حضرت معصومه حرکت میکرد. علما و فقهایی که در خدمت مرحوم آیت الله حائری در این عزاداری شرکت داشتند، اسامی اونها را من از علمای معمر قم که خودشو توی عزاداری شرکت کردن جز این هیئت بودن پرسیدم، جمع آوری کردم، در جلد دوم کتاب در فصل عزاداری سنتی و اماکن مذهبی قم همه رو نوشتم. بعد از مرحوم آیت الله حائری اعلی الله مقامه، مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی مرجع عامه شیعه شد در ایران و عراق. حوزه علمیه قوم در زمان مرحوم آیت الله بروجردی متجاوز از 6000 نفر شد، توسعه پیدا کرد، طلاب زیادی به قوم آمدند، حوزه توسعه پیدا کرد، مورد توجه مردم جهان شد. عزاداری که مرحوم آیت الله حائری تشکیل داده بود آقای بروجردی هم ادامه داد. 10 روز در مدرسه فیضیه مجلس روزخوانی تشکیل می دادن. روز توسع عاشورا که می شد آقای بروجردی تشریف می آورد، سایر علما می آمدن، از این مدرسه سینه زنان نوحه خوانان به طرف صحن مطهر می آمدن. مرحوم آیت الله برقعی یکی از واعظاش بوده، خطبای دیگری هم داشتن که در این مجلس منبر می رفتن. روزنامه نگارایی که این عزاداری رو از نزدیک دیدن، عکس برداری کردن، خبرنگاری کردن، اسامی اینها رو همه رو من در جلد دوم در فصل اول در باره قوم همه رو تحقیق کردم و نوشتم. اسامی علمایی که به همراه آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه در این عزاداری شرکت داشتن که همشون از مراجع و فقهای بلاد ایران بودن، همه رو من ذکر کردم، مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی، مثل مرحوم آیت الله مرعشی، مثل مرحوم آیت الله شریعت مداری، سایر علما، آیت الله مدنی، آیت الله مثل علی عصب، همه علما، علما بزرگوار مهم، همه اینا در عزاداری شرکت داشت. اسامی همه رو جمع آوری کردم، برای ارزش و اهمیت در این کتاب نوشتم که مردم شیعه بخوانن، بدانند که عزاداری برای امام حسین چقدر اجر و ثواب داره، چقدر برای مذهب شیعه و پیشرفت اسلام ارزش و اهمیت داره که علما و نواب امام زمان اینقدر بهش اهمیت میدادن و بهش اظهار علاقه میکردن. بعد از مرحوم آیت الله بروجردی مدتی عزاداری اهل علم متروک شد، با مشکلات زمان شاه و مبارزات با شاه هم مصادف شد و متروک شد. لذا چند سالی است که از منزل مرحوم آیت الله العظما آقای گلپایگانی، منزل مرحوم آیت الله از می شود که عاشق جواد تبریزی رحمت الله علیه و از منزل آیت الله العظما وحید خراسانی، هیئت عزا بعد از روزه خانی تشکیل میشه، حرکت میکنن با پای برهنه سینه زنان نوحه کنان، هم اهل علم، هم خطبا، هم کسبه مردم قوم بدرقش میکنن تا صحن مطهر و هیئت عزاداری علما و روحانیون قوم به وسیله این مراجع بزرگوار برگزار میشه. اینا را من ذکر کردم و همه سالم توسعه پیدا میکنه. به حمد الله چند ساله
که در اکثر وفیات فاطمیه وفات موسی بن جعفر، ماه مبارک رمضان وفات از می شود که حضرت امام زین العابدین، بسیاری از این وفیات دستجاد هم روزخانی های مفصل تشکیل میدن، هم دستجاد به طرف بازار و خیابون حرکت میکنن. پس شرکت علما در عزاداری، سفارش علما در اقامه عزاداری برای جامعه شیعه اثرگذاره، برای تمام دنیا مدرک بسیار مفید و مهمیه. لذا من شهر قم را به خاطر همه این امور بعد از کاشان جمع‌آوری کردم و در فصل اول عزاداری قم را به تفصیل ذکر کردم. انشاءالله که آقایانی که علاقمند به اهل بیتن این کتاب را با دقت بخونن، صفحه به صفحه مطالعه کنن، ببینن چه اهمیت علما، فقها، محدثین و آل مورخین مؤمنین و عزاداری امام حسین میدادن، اونها هم ادامه این راه رو بدن، هم براشون در دنیا اجر و ثواب داشته باشه و هم براشون در آخرت اجر و ثواب داشته باشه انشاءالله.